تهدید نمی کنم، من دارم بهتون خبر میدم، من دارم بهتون گزارش میدم. آقا از دریای ملت جدا بشید به زودی ریشه‌کن میشید، میرید پیکارتون. روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 20 می 2021 درست زمانی که دادگاهی در کانادا با صدور رأی اعلام کرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی عمدی و تروریستی بوده، محمود احمدی نژاد افشا کرد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند سناریوی مشابهی را بار دیگر به راه بیندازند تا تحریم گسترده ی انتخابات توسط مردم را توجیه کنند و نامزد مورد نظر خامنه‌ای که قطعاً ابراهیم رئیسی است به سر کار بیاورند. انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر ظاهراً باعث عصبانیت شدید او شده و او را بران داشته تا دست به افشاگری‌های جدیدی علیه نظام بزند. احمدی نژاد روز پنجشنبه در شهر آستانه اشرفیه در استان گیلان سخنرانی داشت که تنها بخشی از ویدیوی آن منتشر شده. به خدا بده که هیچ کدوم از ما جرأت ندارن بقالی سر کوچه‌شون برن یک کیلو پنیر بخرن. آخه چطور شما میگی من مسئول این مردمم ولی اینقدر جرأت نمی کنی بری تو مردم؟ خودم شو مردم بسه مردم زندگی کن، برو یه نوم بخرد بگیم تو مردم نفر ببینن اطلاقاً مردم حرفاشون رو بهت بزنن، بازی سلام علیک باید بکنن. خب خوبه اینجوری، اینطوری خوبه یه عده باشد بگن ما مقامات این ملتیم اما از ترس ملت جرأت نداریم بریم کنار ملت. اما متن سخنرانی روز پنجشنبه احمدی نژاد در آستانه اشرفیه که در اینترنت منتشر شده حاوی نکات جالبی است. طبق متن منتشر شده احمدی نژاد در سخنرانیش گفته ریشه مشکلات کشور یکی بیشتر نیست، آن هم کنار گذاشتن ملت از صحنه هاست. یک عده همه کاره و ملت هیچ کاره شدند، راه این است که ملت همه کاره و آنها هیچ کاره شوند. من هم به آنها نصیحت میکنم، حرف من خیلی ساده است، ما دنبال درگیری نیستیم. در وزارت کشور هم اعلام کردم که ما دنبال تجمع اعتراضی و کارهای خشونت‌آمیز نیستیم و این کارها را تایید نمی‌کنیم. احمدی نژاد افسوده یک سری گروه‌های امنیتی در کشور ما درست شدند که هر زمان ملت می‌خواهد به چیزی اعتراض کند می‌آیند وسط، آتش می‌زنند، تیراندازی می‌کنند و بهانه‌ای برای له کردن ملت درست می‌کنند که ملت دیگر نتواند حرفش را در این کشور بزند. این ملت اجتماعات میلیونی درست کرده، خون هم از بینی کسی نیامده است. احمدی نژاد ضمن تاکید بر قصدش برای تحریم انتخابات گفته من اعلام کردم که بنده خادم و کوچک همه هستم، ولی اگر رد کنید این دفعه دیگر رأی نمیدم، تایید هم نمی کنم. این حرف خیلی ساده است، شروع به فریاد زدن کردند، این حق من است، نکند رأی هم مال شماست و ما مکلف هستیم بیاییم انجام بدهیم. آقا رأی دیگر مال ملت است، مال من است. احمدی نژاد افسوده این را یواشکی میگویم، شیاطین نشنوند، من از نقشه های پشت پرده خبر دارم، اما اگر الان بخواهم آنها را رو کنم آنها بدلش را به ملت میزنند، ولی در آینده نزدیک همان نقشه ها را برایتان انشاءالله افشا خواهم کرد. احمدی نژاد گفته چه کسانی با چه کسانی قرار گذاشتند و میخواهند چه بلاهایی سر ملت بیاورند. احمدی نژاد در سخنرانی روز پنجشنبه در آستانه اشرفیه نگفته منظورش از نقشه و شیاطین چیست، اما تردیدی نیست که او از سوطعی در سطح مقامات ارشد نظام صحبت می کند. احمدی نژاد پیشتر هم در چند سخنرانی و مصاحبه افشا کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به محض در گرفتن اعتراضات مردمی دست به خرابکاری و اغتشاش می زنند و آن را به گردن معترضان می اندازند و به همین بهانه معترضان را سرکوب می کنند. همینطوری که قبلا اشاره کردم این گروه ها چجوری عمل می کنند، اینا سرانجام رسیدن به این که اراذل اوباش رو به کار بگیرن. اراذل اوباش سازمان یافته توسط همون گروه امنیتی اینو وارد صحنه بکنن و شروع کنن به آشوب. چرا؟ علت چی بود؟ اونا پیش بینی کرده بودن که حقیقت زود برای مردم روشن میشه، وقتی توضیحات داده بشه این جمعیت معترض فوری قانع میشه، پاسخ سوالاشون رو دریافت کنن، صحنه رو ترک میکنن و اینا میمونن تنها
و آسیب پذیریشون میره بالا و توطئهشون خونسا میشه، پایان میگیره. برای اینکه وضعیت رو پیچیده کنن، بغرنج کنن، نذارن مسئله حل بشه، شروع کردن آشوب. خب وقتی شیشه شکسته میشه، دی کشته میشن، اصلا موضوع عوض میشه. گفتن آتش میزنیم، درگیری، تیراندازی، اصلا موضوع عوض شد. آقا آشوب ها با اینکه یه گوشه تهران بود فقط. حلقه و گروه امنیتی که شما بهشون اشاره کردید، تا اونجا که اطلاع دارم اولین باره که این موضوع داره با این شفافیت بهش پرداخته میشه که یک گروهی در وزارت اطلاعات که در قطعه زنجیره‌ای بوده اومده امتداد پیدا کرده، یعنی اون بحرانی که در دهه 70 بوده اومده امتداد پیدا کرده، در دهه 80 هم در سال 88 در آشوب ها نقش آفرینی کرده، در انتخابات اخلال ایجاد کرده، همین بحران هایی که شما میفرمایید رو در کشور ایجاد کرده. اما لحظاتی پس از پایان سخنرانی احمدی نژاد در آستانه اشرفیه، کانال تلگرامی او در یک افشاگری بی سابقه و تکان دهنده نوشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد فاجعه‌ای مانند سرنگونی هواپیمایی اوکراینی هستند تا با کمک آن بتوانند انتخابات را به نفع خود هدایت کنند و بر تحریم گسترده انتخابات توسط مردم سرپوش بگذارند. این کانال نوشته عده‌ای از عناصر باند فاسد امنیتی به دنبال ایجاد یک حادثه مهم مانند سقوط هواپیما، تصادف قطار، انفجار و یا آتش سوزی بزرگ هستند تا فضای کشور را ملتهب و حواس مردم را از مسئله بسیار مهم انتخابات پرت نمایند تا در سایه آن بتوانند کاندیداهای مورد قبول مردم را با هزینه کم از صحنه حذف و مشارکت پایین مردم در انتخابات را توجیه کنند. فراموش نباید کرد که احمدی نژاد مقام سابق جمهوری اسلامی نیست، بلکه او هنوز عضو یکی از بالاترین نهادهای حکومتی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اینکه یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به روشنی بگوید نهادهای امنیتی کشور قصد دارند فاجعه‌ای به راه بیندازند تا افکار عمومی را از واقعیات انتخابات منحرف کنند چیز کمی نیست. بسیاری از جمله خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی که در تاریخ 18 دی ماه 1398 با شلیک دستکم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد، بر این باورند که این اقدام هم عمدی بوده و هدف از آن پیشگیری از حمله آمریکا به ایران بوده. روز پنجشنبه 30 اردیبهشت دادگاه عالی اونتاریای کانادا هم بر این نظر مهر تایید زد و در حکمی اعلام کرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اقدامی آمدانه و تروریستی بوده. بذار حالا درد تو بگم. همین امروز که این مراسم میخواد گذاشته بشه، میدونید چقدر مزاحمت درست کردن؟ آبرگر کردن، افرادو بردن، آوردن. بابا این همه از پول ملت خرج میکنی برای کنترل ملت، همین پول بده به خود ملت. دیگه از ملت نمیترسی؟ چرا از ملت میترسی؟ آه چی طور شده؟ حالا یه کرونا هم درست کردن، اینجا بهانه درست کردن که اصلا دیگه هیچکی حرف نزند. اینم براتون بگم، ما توی جلسه ای سوال کردم، من گفتم آقا این که میدید اوضاع کرونا به هم ریخته است و هیچ تصمیم روشنی گرفته نمیشه، واسه اینه که این مقامات کشور خودشون واکسن زدن. خیلی راحت. بعد گفتم حالا جنسشو نمیگم چی زدن اینا، برای اینکه خراب کنن این حرف منو، اومدن یه چیزی درست کردن. احمدی نژاد رفته تو خونه یه کسی، اونجا یواشکی واکسن زده، 30 میلیون هم خرج کرده. گفتم اینجای بابای آدمه. من به شما بگم به خدا، چون به من پیشنهاد زدن داده شده است با اصرار، من گفتم خون من از خون مردم رنگین تر نیست. تا 85 میلیون نفر نزند من نخواهم زد. یا میدید مشکل شما چیه؟ به شما بگم مشکل یه چیز بیشتره، همون که به شما گفتم. اینا بگم بخوان بیان بگن احمد جان فورد و برد، ببینم چیزی وجود نداره به لطف خدا. آقا بی عرضه بود، کار بلد نبود، نمیتونن بگن. از حقوق ملت دفاع نکرد، نمیتونن بگن. بگن سندهای فروختن حقوق ملت رو امضا کرد، نمیتونن بگن. آقا حل مشکلات کشور
درسته که خیلی سختش کردن، اینقدر شخم زدن کارو سخت کردن، اما به شما بگم به خدا مشکلات حل شده است، زودم حل شده است. شرطش اینه که اصلا برگردن به ملت.